سلام، صبحتون بخیر. رونمایی از آلبوم موسیقیایی سربازنامه، روایت شاعرانه از بزرگ مردان ایران، نخستین منظومه از ماهواره‌های ایرانی با نام شهید سلیمانی هم در مدار زمین قرار می‌گیرد. رشد 17% تجارت غیرنفتی ایران در 9 ماه سال، سخنگوی دولت از افزایش 60% درآمدهای ارزی خبر داد. و تولید لوازم خانگی با پیوند صنعت و دانش، صنعتگران با کمک دانش بنیان‌ها لوازم خانگی هوشمند روانه بازار می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. ما رو با مشروع خبرهای بامدادی همراهی بفرمایید. مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور صدها هزار نفر در سراسر کشور برگزار شد. بنابر آخرین آمارهای منتشر شده، بیش از 200 هزار نفر در مسیر پیاده روی از میدان شهدا تا گلزار شهدای کرمان حاضر شدند. در تهران هم اجتماع مردمی پاسداشت سردار سلیمانی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. مصلای تهران میزبان یک حضور بود. این سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانیه. در سومین سالگرد شهادت حاج قاسم از مردم پرسیدم کجا جاشو خالی دیدید؟ همه جا. دو سه ماه اخیر این اتفاقات ناگواری که به حساب پیش آمد، من به نظرم میرسید که جای ایشون خیلی خالی بود. هر کس برای سردار شهیدمان پیامی داد. شما وقتی رفتین ما هممون یتیم شدیم. از طریق حاج قاسم دینم و شناختم، کشورم و شناختم. تمام مسلمانان شیانجان مدیون حاج قاسم همرزمان این بزرگوار هستن. بعد از آقا من بهترین آدمی که در تمام عمرم به عنوان الگو اطرافیانم و حتی خانواده میشناسم این مرد. عزیز همه یک ملت، نه تنها ملت خودمون بلکه ملت های بقیه بود. اون چه که در صحبت های مردم مشترک بود این بود که حاج قاسم متعلق به گروه و قشر خاصی نیست. این که میگفتن همه دختران سرزمین من با هر اعتقادی که هستن دختران ما هستن. از چه سلیقه‌ای که به خودش میخورد چه نمیخورد همه رو قبول داشت. جانم به تو ای خورش توفانی. شهید سلیمانی مردم ایران را مردم فداکاری میدانست که در طول تاریخ خصوصا در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس جان و مال و عزیزان خود را خالصانه برای اسلام و ایران فدا کردند. واقعا رو عاشق شهید سردار سلیمانی بار آوردم. با اینکه شاید کم حجاب هستم ولی قلبم براش میتپه. داستان حاج قاسم رو تعریف میکنم که پیکرشون اربن اربا شده بود مثل پسر امام حسین حضرت علی اکبر. برای جمعیتی که حاضر بودند سردار دلها نمادی داشت. نماد این هست که برای کشورت، برای مردمت باید از خودت بگذری. مرد میدان، مرد غیرت. از زندگیشون زدن برای اینکه مردمی که اینجا هستن، منی که اینجا هستم، با آرامش و امنیت کامل کارهای روزانه‌مو انجام بدم. سردار تو سید شهیدانی. اون چه که میگفت انجام میداد. مرز ما دفاع کردم برای اینکه ما الان اینجاییم، داعش تو کشورمون نیست، امنیت داریم. نابودگر لشگر سفیانی. دبیر کل حزب الله لبنان گفت سردار قاسم سلیمانی همواره در میدانهای مقاومت حضور داشت و مرحله نخست اجرای طرح آمریکایی خاورمیانه جدید را ناکام گذاشت. سید حسن نصرالله در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس تاکید کرد تردیدی نیست که شخصیت حاج قاسم ممتاز و منحصر به فرد بود. جنرال ولایت نبود، سرباز ولایت بود و در وصیت خودش این را نوشته و وصیت کرده که بر ذریحش مرقدش نه ننویسن جنرال یا سردار یا هر چیزی دیگری، بنویسن سرباز ولایت قاسم سلیمانی و این طور زندگی کرد. ایضا یستند مع القائد الى الجمهوریه الاسلامیه فی ایران
به رهبری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تأثیرگذار در جهان و یک قدرتمند تکیه میکرد که میتواند کمک کنه به منطقه ما، به همه ملت‌های منطقه ما که مظلوم هستند، مورد ظلم واقع شدند، هدف قرار گرفتند از طرف طرح آمریکایی و صهیونیستی. این پشتوانه او بود. سید حسن نصرالله با بیان اینکه مقاومت در عراق آمریکا را شکست داد و آن را به عقب نشینی وادار کرد، گفت اگر سوریه ایستادگی نمی کرد و اراده مقاومت در عراق نبود و اگر شهید سلیمانی و عماد مقنیه نبودند، آمریکا منطقه را اشغال می کرد. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد محور مقاومت امروز در موضع قدرت قرار دارد و بعد از شکست آمریکا برای نفوذ و تسلط بر منطقه که با مجاهدت‌های سردار سلیمانی ناکام ماند، حالا برنامه آمریکا برای منطقه تحریم‌های اقتصادی و معیشتی است. مردم کشمیر در شمالی ترین منطقه هند به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شمع روشن کردند و شعار لبیک یا حسین و لبیک یا خامنه‌ای سر دادند. همچنین تصویر سردار سلیمانی بر در و دیوار نصب و برنامه‌های مختلفی در ایام شهادت سرداران مقاومت برگزار شد. نتاز قاسم سلیمانی به مناسبت سالروز شهادت شهید قاسم سلیمانی، برنامه‌های متعددی در منطقه لداخ شمال هند برگزار شد. با وجود سرمای شدید، مردم زیادی برای شرکت در سمینارها و راهپیمایی‌هایی که برای ادای احترام به شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار شده بود شرکت کردند. در این مناسم اقشار مختلف مردم و شخصیت‌های برجسته منطقه حضور داشتند. سخنرانان شهید سلیمانی را رهبر مقاومت و حافظ حرم‌های اهل بیت علیهم السلام توصیف کردند. اگر دانچک ده سال تنگ نده قابل ترین این مدبی ساله حاج قاسم علیه ظلم جنگید و از ناموس مردم دفاع کرد. به همین علت مورد احترام مردم از همه مذاهب است. شخصیت او برای مردم جهان وحدت بخش است. نیست رسی خدا از ذات اقدس الهی است. شهید قاسم سلیمانی همه عمرش در آرزوی شهادت بود و از اینکه مورد توجه مردم قرار گیرد گریزان بود، اما امروز در نگاه مردم محبوب تر شده. مردم اینجا تصاویر شهید سلیمانی را در سراسر منطقه نصب کردند. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما. اولین منظومه از ماهواره‌های ایرانی با نام شهید سلیمانی در مدار زمین قرار می‌گیرد. سخنگوی سازمان فضایی ایران با اعلام این خبر گفت خدمات دهی به مردم با اینترنت اشیا از جمله اهداف مد نظر در این طرح است. یعنی بر اساس این پروژه تعداد زیادی ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد و در مدار زمین قرار می‌گیرد تا یک سری فرامین و دستورات در حوزه ارتباطی و اینترنتی رو این ماهواره‌ها اجرا کنند. در واقع یکی از مهمترین مأموریت‌های پروژه منظومه ماهواره شهید سلیمانی فراهم سازی سرویس اینترنت اشیا برای مردم از کشورمون هست. بناس در قالب این پروژه داده‌های حسگرهای گوناگون از سطح زمین جمع‌آوری و این داده ها از طریق ایستگاه های ارسال داده به ماهواره یا ماهواره هایی که در دید اون ایستگاه قرار دارن ارسال بشه. فرایند اجرای پروژه شهید سلیمانی منظومه ماهواره ای آغاز شده و ما تمام طرح ها و نظرات رو اخذ کردیم و الان در مسیر اجرای این پروژه هستیم. در واقع در مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و ادب و موسیقی و خانواده شهید سپهبد سلیمانی از آلبوم موسیقیایی سربازنامه رونمایی شد. از اثر موسیقیایی سربازنامه رونمایی شد. مراسمی با حضور اهالی فرهنگ، ادب، موسیقی و خانواده شهید سپهبد سلیمانی از جدیدترین ساخته پرواز همای آلبوم موسیقیایی سربازنامه رونمایی شد. موسیقی
آلبوم موسیقی سربازنامه برگرفته از اشعار کتابی است منظوم به همین نام که دو سال قبل توسط افشین علا سروده و چاپ شده است. ناگاه یعنی زخیل سردارش برخواست به یاری علمدارش، در خلق حماسه های ایرانی شد نوبت قاسم سلیمانی. این منظومه که سال قبل منتشر شد یک روایت شاعرانه است از بزرگ مردان این سرزمین، از آرش کمانگیر، از اساطیر ما گرفته تا قله های معاصرمون، پرچمداران معاصر سرزمینمون که سرآمدشون حاج قاسم سلیمانی است. موسیقی که شامل 4 قطعه است حالا همزمان با سومین سالگرد شهید سلیمانی منتشر شده. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما. به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نخستین اجلاس بین‌المللی درباره مکتب و ابعاد ویژه شخصیت شهید سلیمانی امروز با حضور اندیشمندان و صاحب نظران جبهه مقاومت آغاز می شود. همایش شهید سلیمانی، اولین اجلاس بین المللی شهید سلیمانی روز چهارشنبه در سالن سران تشکیل میشه. روز بعدش در سالن همایش های صدا و سیما ادامه داره. روز اول با حضور اندیشمندان و رهبران مقاومت و مهمانان خارجی خواهد بود. روز دوم هم به طور طبیعی از جمع اساتید و پنل های علمی در 8 موضوع ما ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی مورد بحث های علمی قرار دادیم. مقالات خیلی خوبی رسیده و البته این همایش ادامه داره تا آبان ماه. اختتامیه نهایی همایش خواهد بود و مجوز آیسی هم داره جهت اطلاع اساتید و میتونن تا آخر اردیبهشت ماه مقالاتشون برای ما بفرستن. تجارت غیرنفتی ایران در 9 ماه گذشته با رشد 17% به بیش از 87 میلیارد دلار رسید. طبق اعلام گمرک، سهم صادرات بیش از 43 میلیارد دلار و سهم واردات هم بیش از 44 میلیارد دلار بوده. چین، عراق، ترکیه، امارات و هند 5 مقصد نخست صادرات ایران در این دوره بودند و در واردات هم کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان 5 رتبه نخست را به خود اختصاص دادند. افزایش تجارت غیرنفتی خودش را در افزایش درآمدهای ارزی نشان می‌دهد، چنانکه درآمدهای ارزی کشور 60% افزایش یافته. به گفته سخنگوی دولت، صادرکنندگان کشور بیش از 35 میلیارد دلار در 10 ماه امسال در سامانه نیما عرضه کردند. این رقم پارسال 22 میلیارد دلار بوده. آقای بهادری جهرومی همچنین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید چک گفت 93% چک ها در ماه گذشته وصول شده و حدود 7% برگشت خورده. برای کمک به کاهش آلودگی هوا، طرح‌های اولویت‌دار توسعه حمل و نقل عمومی به تصویب رسید. در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد 4 میلیارد دلار برای تأمین 346 هزار دستگاه وسایل حمل و نقل جدید و بهینه، از جمله اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و موتورسیکلت های برقی و یا پای گازسوز هزینه شود. 500 میلیون یورو هم برای اجرای طرح جایگزینی اتوبوس های جدید به اتوبوس های فرسوده تخصیص یافت تا این طرح هرچه زودتر عملیاتی شود. در جلسه شورای اقتصاد هم با درخواست انتشار اوراق برای تامین مالی اجرای دو طرح احداث قطار هومه اصفهان به شهر جدید بهارستان و مشهد به شهر گلبهار و چناران موافقت شد. شورای اقتصاد هم با سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی شادگان موافقت کرد. خب خانم احمدی، کارشناس هواشناسی در استودیو همراه من هستن. خانم احمدی سلام، صبحتون بخیر. تو خبرها خوندم که سامانه جدید از جنوب قرار وارد کشور بشه. بله جناب آقای طهرانی، خب این سامانه بارشی امروز
وارد کشورمون میشه از غرب و جنوب غرب، عمدتا مناطق دامنه‌های زاگرس، منطقه از غرب جنوب غرب، منطقه جنوبی کشورمون رو در بر میگیره. برای فردا پنجشنبه در بیشتر مناطق کشورمون بارندگی داریم به جز استثنا در منطقه از جنوب شرق کشور. هشدار سطح زرد و نارنجی هم در خیلی از مناطق صادر شده. به شکل خاص بارش‌ها رو امروز به شکل برف و باران، رگبار رعد و برق در منطقه جنوبی داریم. برف و باران عمدتاً در بخش غربی و ارتفاعات داریم. در استان‌های مثل خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال بختیاری، کوکیلوبوی رحمت، بخش جنوبی و غربی استان اصفهان، با حال با شدت کمتر در استان‌های مثل کردستان، کرمانشاه، همدان، بخشی از استان زنجان، جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی و منطقه از مرکز و جنوب کشورمون. هشدار سطح نارنجی رو در استان‌های مثل خوزستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلوبوی رحمت و همینطور فارس و بوشهر داریم. برای روز جمعه از شدت و میزان بارش‌ها کاسته میشه، اما همچنان هسته شدت بارش‌ها رو در جنوب کشورمون داریم. میشه گفت که در استان مثل هرمزگان، جنوب استان فارس و بخشی از استان بوشهر شدت بارش‌ها رو برای روز جمعه داریم. در منطقه از غرب و شرق کشورمون هم بارش داریم. برای شنبه هم عمدتاً در منطقه شرقی کشورمون بارندگی رو پیش بینی می‌کنیم. اما اون چیزی که باید دقت کنیم اینکه نوسانات دمایی هست که برای امروز افزایش دما و وزش باد گرم در بخش شمالی و استان اردبیل داریم. احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها رو برای اینا پیش بینی کردیم، اما ماندگاری هوای سرد رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. به علاوه این که برای پایان هفته کاهش محسوس دما به خصوص پنجشنبه در ارتفاعات زاگرس منطقه غربی کشورمون داریم. مدیریت مصرف سوخت در کل کشور توصیه میشه که انشالله مشکلی پیش نیاد. و یکی هم شدت بارش رو که اشاره کردم، هشدار براش صادر شده. بارش برف میتونه اختلال در جاده‌های کوهستانی به خصوص در ارتفاعات زاگرس رو ایجاد کنه. برای مردم باید برای هشدار زرد و نارنجی چه کنن؟ به خصوص برای نارنجی که حالا اشاره کردم، استان‌های واقع در منطقه جنوب غرب و دامنه‌های زاگرس به شکل خاص بارش برف رو داریم در ارتفاعات و منطقه سردسیر که خب اختلال در جاده‌های کوهستانی، حتی مقدور از سفر اجتناب کنن. اگر هم خیلی ضروری هست حتما باید تجهیزات زمستانی داشته باشن. و یکی مدیریت مصرف سوخت که خیلی خیلی مهم هستش. و برای فردا هم در بیشتر منطقه کشورمون بارندگی داریم. نکته آخر آلودگی هست که خیلی‌ها سوال می‌کنن. برای امروز چهارشنبه کماکان در کلان شهر و نواحی صنعتی به خصوص تهران و کرج آلودگی تداوم داره تا فردا. فردا یه مقدار با عبور انسامان بارشی و احتمال بارندگی و وزش بادی که داریم احتمال حالا آلودگی کمتر میشه انشاءالله، ولی همچنان برای امروز مراقب باشن. خیلی ممنون شما. خواهش میکنم. و سرداد خیلی ضروری حتما به خود داریم. متشکرم. خیلی ممنون محبت. خواهش میکنم. اما سهم سوخت نیروگاه ها کاهش یافته. شرکت ملی گاز اعلام کرد با توجه به افزایش بیرویه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، تامین گاز نیروگاه های برق کاهش یافته که این رویه باعث افزایش مصرف سوخت مایع می شود. در همین باره گفتگو می کنم با رئیس مرکز کنترل راهبری گاز ایران. آقای کوشکی سلام بر شما. بفرمایید در حال حاضر میزان مصرف و تولید گاز در چه وضعیه و با توجه به این شرایط چه راهکارهایی برای مدیریت مصرف گاز اعمال میشه تا برای تامین برق با مشکل مواجه نشیم؟ من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب همونجور که اشاره فرمودید، میزان مصرف گاز در کشور خب روز گذشته هم بالغ بر 600 میلیون متر مکعب بوده، حدود 615 میلیون متر مکعب بوده که تقریبا 73% از تولید ما رو این بخش به خودش اختصاص داده. ما تقریبا 13 روز از دیماه رو سپری کردیم. در این 13 روز متوسط مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در حدود 600 میلیون متر مکعب بود. اگر بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم با مدت مشابه سال قبل، ما سال گذشته میانگین مصرفمون در بخش خانگی حدود 570 میلیون متر مکعب بوده و این نکته است که ما در سال گذشته تقریبا در اواخر دیما، یعنی حدود 27 دیما مصرف خانگی بالای 600 میلیون متر مکعب رو ثبت کردیم. اما امسال این اتفاق خب خیلی زودتر افتاد. ما در واقع از نیمه های آذر ماه شاهد مصرف 600 میلیون متر مکعبی در بخش خانگی بودیم. نکته ای که لازم خدمت هموطنان عزیز یادآور بشم، همونجوری که در واقع اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی هم اعلام کردند، در هفته آینده ما کاهش محسوس دما رو در کل کشور داریم. خب به تبع اون میزان مصرف گاز در بخش خانگی و
تجاری هم افزایش پیدا میکنه. ما باید از همین روزا شبکه گاز رو آماده کنیم، سطح فشارا رو در کل شبکه بالا ببریم که آمادگی داشته باشه شبکه برای مصرف بالا. لذا از همه هموطنان عزیز خواهشمندیم، به خصوص استانهای سردسیر و پرمصرف مثل استان تهران، خراسان رضوی، استان اصفهان، مازندران، دقت لازم رو داشته باشن. هموطنان عزیز همکاری لازم رو داشته باشن، مدیریت مصرف گاز رو با راهکارهایی که مرتباً خدمتشون عرض میکنیم سعی کنند که میزان مصرف گاز در بخش خانگی رو کاهش بدن تا انشاءالله مشکل خاصی در توزیع گاز در کشور در روزهای سرد به وجود نیاد. اگر سوالی هست من در خدمتون هستم. نه خیلی ممنون از آقای کوشکی، رئیس مرکز کنترل راهبری گاز ایران. فنبازار محلی برای تقویت پیوند صنعت لوازم خانگی و دانش بنیان ها، دستاندرکاران صنعت لوازم خانگی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی نیازهای خود را به شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه کردند. در سالهای اخیر با نیاز سنجی از تولید کنندگان داخلی و انتقال آن به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، حلقه‌های ارتباط و اتصال میان عاملان فن‌بازار شکل می‌گیرد. نیازهای اساسی صنعت لوازم خانگی رو شناسایی کردیم و عمدتاً کالاهایی بودند که خب واردات روشون به سطح وسیع اتفاق می‌افتاد و طی یک سال گذشته از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان خواستیم که تمرکز داشته باشن روی اینها. بعضی از مواد شیمیایی و پلیمری سطح داخلی سازی به حد مطلوبی اتفاق افتاده. علاوه بر این شرکت‌های تولید کننده برای رقابتی کردن هرچه بیشتر محصول خود تلاش می‌کنند محصولات را هوشمند سازی کنند. ما در واقع روی ثبت اختراع داریم روی دو تا یخچال فریزر خونگی که یکیش رو اینجا مشاهده می‌فرمایید که در واقع مجهز به اینترنت اشیا هست. این یخچال شما میتونید در واقع از طریق یک اپلیکیشن روی موبایلتون از هر جای دنیا که باشید داخل محصول رو مشاهده بکنید، مواد غذایی رو در واقع اگر نیاز دارید سفارش گذاری کنید از طریق اپلیکیشن. همچنین یک محصول دیگه است که در واقع یک محصول تعاملی انسان ماشینه، یعنی هوشمنده و شما میتونید با ضربه زدن به درب محصول در واقع شفاف میشه و داخل محصول رو میتونید ببینید. سفارشی سازی محصولات پیشین یا توسعه محصولات جدید با کاربردهای خاص. رفتیم به سمت اینکه این بستر رو ایجاد بکنیم که بتونن دیوایس دستگاه‌ها، دستگاهی که توی خونه‌های مردم هست، از طریق این پلتفرم به هم مرتبط بشن که افراد بتونن دستگاه‌هاشون رو کنترل بکنن و یا نظارتی داشته باشن روی مصرف انرژی یا حتی اینکه ببینن چطوری کار می‌کنن. هدف نهایی تامین منافع تولید کننده و رضایت مصرف کننده در کنار یکدیگر است. محصولات ما چیزی کمتر از نصف قیمت محصولات مشابه خارجی قیمت تموم شدش انجام شد، چون سعی کردیم بخشی رو بومی سازی بکنیم با توجه به در واقع دانشی که در مجموعه ایجاد شد. شما میتونید پنلی که دارید توی تمام دیوایس های منزلتون میتونید کنترل کنید مصرف انرژیتون رو. شاهد افزایش 15% ساخت داخل تا یک سال گذشته بودیم و امیدواریم که طی سالهای آینده بتونیم با افزایش عمق ساخت داخل تاب‌آوری صنعت لوازم خانگی رو در مقابل عوامل بیرونی افزایش بده. و این مسیر ادامه دارد. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما. مرغ در سراشیبی قیمت. در چند روز گذشته قیمت عرضه عمده مرغ گرم با کاهش مواجه شده، به طوری که روز گذشته آخرین نرخ عرضه عمده محصول در میدان بهمن تهران به 45 تا 46 هزار تومان رسید. برای اطلاع از آخرین وضع بازار مرغ گرم ارتباطمون برقرار هست با همکارم آذری بقا که در محل عرضه عمده این محصول حضور داره. آقای آذری بقا سلام بر شما، اوضاع بازار مرغ گرم امروز چطوره؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان این بخش خبری. ما الان در میدان بهمن محل عرضه عمده مرغ گرم هستیم. همطور که شما هم اشاره فرمودید روز گذشته تا 45 هزار تومان با توجه به عرضه گسترده‌ای که وجود داره، عرضه فراتر از نیاز بازار که وجود داشته، تا روز گذشته تا 45 هزار تومان هم قیمت مرغ گرم عرضه عمدهش پایین اومده. می‌خوایم آخرین اطلاعات رو در خصوص قیمت مرغ گرم امروز بگیریم از آقای فرشید معینی، مدیر میدان میبوتربار بهمن. سلام آقای معینی، صبح شما بخیر. امروز آخرین قیمت‌ها به چه ترتیب هستش در خصوص عرضه عمده مرغ گرم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان
بینندگان عزیز، امروز ما با حدود 47 هزار تومان در حقیقت موقع گرم به صورت عمده کار میدون بهمن رو شروع کردیم. در میادین میوه‌تراوار تهران هم قیمت تغییر کرده، بفرمایید که چند بوده و از امروز قرار هستش که چند عرضه بشه موقع گرم؟ مسلماً به تبع در حقیقت واکنش بازار سازمان میادین هم نرخ رو کاهش داده. امروز ما نرخ رو 47900 تومان داشتیم. چند بود پیش از روز گذشته؟ 51950 تومان. الان امروز از امروز دیگه با همین نرخ جدید؟ بله، 47900 تومان. 47900 تومان در معدن میوه‌تراوار مردم میتونن خرید کنن و مرغ با کیفیت در معدن میوه‌تراوار در خدمت میشه. یه فاصله 15000 تومانی تقریبا با نرخ مصوب 63 هزار تومان که فرصتی هم هست برای ذخیره سازی و خرید مردم دیگه، میتونن خرید بکنن. بله، به تبع برای تقاضا و عرضه ما این به این قیمت امروز رسیدیم و ان شاءالله که بتونیم موقع با کیفیتی در اختیار هم شرایط بدیم. ورودی چقدر هست میدان محمد ورودا؟ ما ورودیمون تقریبا روزا بله حدود 550 560 تن در روز ورود مرغ گرم در حقیقت کامل رو داشتیم. بله، ممنون. ممنون همکار گرامی. این بود گزارش من از میدان بهمن، خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از شما.